نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآن. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. در آیات گذشته برای اثبات مسئله توحید دلائل متعدد نقلی خواندیم که این دلائل نقلی هم تفصیلی بود از انبیاء علیهم السلام، از هر پیغمبری جداگانه، و هم این دلائل دلائل اجمالی بود. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. از این آیه شریفی که تلاوت شد، هو الذی انشأ لکم، یک سری سلسله دلائل عقلی شروع میشه. تقریبا چهار تا دلیل عقلی هستند. اولی دلیل عقلی تفصیلی هست و سه تای دیگه دلیل عقلی اعترافی هستند، یعنی على سبیل الاعتراف من الخصم هستند. بخش دوم سوره هم از همین جا آغاز میشه. تقریبا در بخش اول سوره دلائل نقلی بودند، در بخش دوم سوره دلائل عقلیه هستند. الله عز و جل می فرماید و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده. الله تعالی آن ذاتی هست که برای شما ایجاد کرد، درست کرد سمع را، یعنی به شما قوه شنوایی داد، والابصار قوه بینایی داد، والافئده دل داد یعنی قوه درک و فهم به شما داد. هرچی که حواس شما هستند، چه حواسی که موجب سمع میشن، موجب دیدن میشن، موجب درک و فهمیدن میشن، اینها را الله داده به خاطر چی؟ قلیلا ما تشکرون، اندک هستید آنچه که شما شکر میکنید. آنهایی که شکرگزارند، تشکر میکنند، اندکند. خدای تعالی مخلوقات دیگری هم دارد، ولی ببینید اونها درک ندارند، شعور ندارند. شما انسان به خاطر همین قواتی که الله دارده، چه امتیازی و چه فوقیتی برتری بنوها دارید.
و هو الذی ذرأکم فی الارض، الله آن ذاتی است که شما را در زمین پیدا کرد. و الیه تحشرون، فقط و فقط به سوی او شما همه جمع کرده می شوید. شما را الله تعالی روزی جمع می کند، عاقبت شما میشه، انجام شما میشه. و هو الذی یحیی و یمیت، الله اون ذاتی هست که زنده می کند و موت می دهد. و له اختلاف اللیل و النهار، فقط برای اوست اختلاف شب و روز. به چه معنا برای اوست؟ یعنی بالمجیء و زیاء و ذهاب و زیادت و نقصان، به این صورت که رفتن آمدن زیاد شدن کم شدن، اوست که شب را اضافه می کند، شب را کم می کند، شب را می برد، روز را می آورد. و همه این تصرفات، این اختیارات به دست اوست. افلا تعقلو، آیا شما انسان ها باز هم عقل از عقل کار نمی گیرید؟ آیا خرد ندارید؟ یعنی شما بازم نمی فهمید که اینها دلائل توحید است؟ اینها دلائل یگانگی خدای عز و جل است؟ بغیر از خدا در این تصرفات هیچ که شریکش نیست؟ هنوز شما متوجه نیستید؟ حال الله تعالی سرزنش می کند اونها را، زجر بیان می فرماید که اینها به جای تسلیم مثل کفار پیشین میگویند، مثل کفار گذشته میگویند. کفار گذشته انکار میکردند، هم توحید را انکار میکردند، هم قیامت و زنده شدن بعد از مرگ را. لذا اینها همون میگویند، بل قالوا مثل ما قال الاولون. بجای اینکه اینها تسلیم بشند، بلکه اینها میگویند مثل ما قال الاولون، مثل آنچه که گذشتگان گفتند، پیشینیان گفتند. پیشینیان چی گفتند مگه؟ قالوا اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون. آنان گفتند هرگاه ما بمیریم تبدیل بشیم به خاک و تبدیل بشیم به استخوان پوسیده، به استخوان پوسیده. اینا لمبعوثون، دوباره ما از قبرها بلند میشیم، دوباره از قبرها حشر میشیم. و گفته این وعده ای هست که پیشینیان ما هم داده شدند، پدران و اجداد ما داده شدند توسط، منظور انبیا بود، اونها که انبیا را قبول نداشتند. ولی کجا اونا زنده شدند؟ نشدند. ما هم نمیشیم. لقد وعدنا نحن وآباؤنا من هذا من قبل، همانا وعده داده شدیم ما و پدران ما به این چیز، یعنی به زنده شدن بعد از مردن، قبل از این. ان هذا الا اساطير الاولين، نیست این مگر افسانه های گذشتگان. افسانه ای هست، داستانی هست از دور گذشته داره میاد و واقعیتی ندارد. الله تعالی حال به دلائل قدرت میپردازد. ببین این دلائل قدرت هم دلائل توحید هست، هم دلائل قیامت است. یعنی وقتی که قدرت لایزال ثابت بشه، او میتواند، برای او آسان است. وقتی که یه مسئله که بزرگتر از زنده شدن بعد از مرگ هست توسط او حل شده، پس او این را هم میتواند حل کند که مرده را دوباره زنده کند. لذا این از اینجا دلائل عقلی اعترافی شروع میشند، یعنی علی سبیل الاعتراف من الخصم. الله می فرماید قل لمن الارض ومن فيها،
ای حبیب من، ای محبوب من، به آنان بگو لمن الارض و من فیها، برای چه کسی هست زمین و آنچه که در زمین هست، ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانید، یعنی اختیارات و تصرفات زمین و آنچه که در زمین است به دست کی است، سیقولون لله، آنها حتما میگویند برای الله، یعنی اختصاص به الله دارد این قدرت. قل افلا تذكرون، بگو پس آیا پند نمیگیرید؟ یعنی وقتی که خدا اختیارات تام میدارد در زمین، قدرت تام میدارد در زمین، پس در از همین زمین شما رو دوباره نمیتونه زنده کند؟ دلیل دوم، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، بگو چه کسی هست آن رب، رب و پروردگار، پرورش دهنده آسمان های هفتگانه و رب العرش العظیم و رب عرش عظیم کی هست؟ سیقولون لله، آنها حتما میگویند الله، حتما میگن برای الله است این تصرفات، این اختیارات. قل افلا تتقون، به آنان بگو پس آیا نمی ترسید؟ از چی نمی ترسید؟ از عبادت غیر الله. وقتی که رب آسمان ها و زمین الله هست، پس چرا غیر الله را عبادت می کنی؟ چرا غیر الله را پرستش می کنی؟ این دلیل دوم شد. دلیل سوم، قل من بیده ملکوت کل شیء، به آنان بگو کدام ذات است که به دست او هست خزانه های هر چیز، و هو یجیر ولا یجار علیه، او پناه می دهد و هیچ چیزی پناه داده نمیشه بر او، یعنی از عذاب او، از گرفت او پناهگاه دیگری نیست، جای دیگری نیست. ان کنتم تعلمون، اگر شما بدانید. بازم اونا میگن سیقولون لله، این قدرت، این اختیار، این تصرف فقط و فقط برای الله است. وقتی فقط برای الله است، قل فانا تسحرون، به کدام سمت تسحرون؟ اصل معنایش هست از نظر لغوی سحر و جادو، یعنی شما به وسیله جادو به سمت و سوی دیگه برده میشید، انحراف میشید. اما منظور اینه که فانا تسحرون، به کدام سمت شما بازیچه نیرنگ و فریب هستید، فریب شیطان، کدام سو شما برده می شوید، بر شما جادو می شود، شما را می برند. بل اتیناهم بالحق، الله می فرماید که بلکه ما پیش آنها حق آوردیم، یعنی این دلائل دلائل حق هستند، این مسائل مسائل حقی هستند. اما و انهم لکاذبون، اونها دروغ میگن، اونها به جای اینکه اعتراف به حق بکنن، از این دلائل چی؟ اعتراف به حق، اعتراف به توحید، اعتراف به الوهیت، اعتراف به یگانگی خدا، به جای اعتراف اونها برای خدا شریک قرار میدن، برای خدا نائب قرار میدن، برای خدا فرزند اثبات میکنند. و انهم لکاذبون، دروغ در اینها میگویند. مثلا یکی از موارد دروغ این که میگن خدا العیاذ بالله فرزند دارد. الله میفرماید ما اتخذ الله من ولد، خداوند هیچ فرزندی برای خودش نگرفته، هیچ فرزندی انتخاب نکرده. و ما کان معه من اله، و نیست با الله هیچ الهی، یعنی مد مقابلش هیچ اله و معبودی نیست. اذا لذهب كل اله بما خلق، در این هنگام هر الهی می رود با آنچه که مخلوق مخلوقش هست، یعنی اگر بالفرض بود هر خدای با مخلوق خودش به سمتی می رفت، کجا هستند این خداها؟ ولعلا بعضهم على بعض، اون وقت بعضی بر بعضی غالب می آمد، یعنی بین خدایان علیه عزو بالله رغابت
درگیری میشد، بعضی غالب میشنن بعضی مغلوب اگر خدایانی دیگه بود. اما سبحان الله عما یصفون، الله پاک است از اونچه که اینا بیان میکنند. الله تعالی پاک است، بدور است، عالم الغیب و شهاده. الله تعالی داننده غیب و شهادت است، یعنی اون چیزی که از بندگان غایب است، ناپدید است و ناپیدا است، اونها را هم میداند. اونی که ظاهر است برای بندگان، اونها را هم الله میداند. فتعالی عما یشرکون، پس برتر است، بلندتر است خدای تعالی از آنچه که اینها شریک میگیرن با خدا، از شریکان پاک و برتر و بالاتر است. خب در تا اینجا سه تا دلیل اعتراف بودن، یک دلیل عقلی تفصیلی بود، دلائل عقلی را ما خواندیم. بعد از دلائل عقلی، دلائل نقلی بیان شد، دلائل عقلی بیان شد، دیگه چیزی نمونده الان، یا ایمان یا عذاب. لذا از اینجا تا آخر تخویف است، تا آخر سوره هم تخویف دنیوی هست هم تخویف اخروی هست. لذا بعد از دلائل ای پیامبر، شما پیش خدای تعالی اینگونه مناجات کن، اینگونه دعا کن. در این دستور پیغمبر نوعی تخویف به اونهاست. اینگونه دعا کن، بگو خدایا اگر به من نشان بدهی اون چیزی که به این دشمنانت وعید میدی میترسونی، یعنی عذاب، اون عذابی که اینها رو میترسانی، اگر اون عذاب را در زمان حیات من آوردی، مرا جز این ظالمین قرار نده. یعنی چنان اون عذاب سخته، گرفت و مؤاخذه سخته، که از همکنون پناه ببر به الله و از الله عز و جل امان بخواه. الله می فرماید قل رب اما ترینی ما یوعدون، اعلام کن بار الها ای رب، اما ترینی اگر به من نشان بدهی، ما یوعدون آنچه که آنان وعده داده می شوند، وعید می شوند، من العذاب، اون عذابی که آنها ترسنده می شوند، اگر اون عذاب را در حیات من، در زمان من اون عذاب را آوردی، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، بار اله قرار نده مرا در قوم ظالمان، و انا على ان نريك ما نعدهم لقادرون. این ادخال الهی است، ای پیغمبر ما بر نشان دادن تو قادر هستیم، آنچه که ما وعده کردیم یعنی از عذاب بر نشان دادن تو قادر، این معنی که قادریم در حیات تو اونها را عذاب بدیم تو ببینی. و انا على ان نريك ما نعدهم، همانا ما بر این که به تو نشان بدهیم آنچه که وعده کردیم با آنم یعنی عذاب قادر هستیم. اما تو فعلا به تبلیغت بپرداز و طریقه تبلیغ و روشت این باشد که ادفع بالتی هی احسن و السیئه، دفع کن، ادفع ادفع السیئه، دفع کن سیئه را، بالتی هی احسن، به اون روشی، به اون طریقی، به اون اسلوبی که هی احسن و سیئه، اون بهترین باشد، از سیئه بهتر باشد، یعنی حسنه باشد. شما به وسیله احسن سیئه را دفع کن، و اگر اونها بد می کنن تو خوبی کن، اگر اونها بد اخلاقی می کنن تو خوش رفتاری کن. نحن اعلم بما یصفون،
ما بهتر میدانیم اونها چه میگویند، چه توصیف میکنند، چه یاوگویی هایی دارند. خب انسان گاهی در مقابل دشمن، در مقابل کفار، انسان احساساتی میشه، ناراحت میشه. الله میفرماید اگر شیطان بر شما فشار میارد، شیطان وسواس میکند، به الله پناه ببر. در امر تبلیغ از وساوس شیطان، و قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، بگو بار الها من پناه میبرم به تو از وساوس شیاطین. چونکه وساوس شیاطین گاهی خلاف مصلحت است، اگر خلاف شر نباشد خلاف مصلحت است. گاهی وسواس میکند که ما بد رفتار کنیم با دشمنان، با کفار. خب بد رفتار کردن حقشون است، ولی شاید مصلحت نباشد اونها به جای ایمان زد کنند. و اعوذ بک رب ان یحضرون، من پناه میبرم بار اله از اینکه آنان حاضر بشند. یحضرون فی شیء من اموری، در کار من، در تبلیغ من، در فعالیت های من شیطان نقش داشته باشد. شیطان حتی اذا جاء احدهم الموت، ما قبلا تخویف دنیاوی خواندیم، قل رب اما ترینی ما یعدون. پیغمبر اگر خدا به شما نشان بده، این گونه دعا کن، خدای اگر به من نشان دادی عذاب را، مرا از آن ظالمان نگردان. خب اون عذاب در دنیا بود، الان این عذاب اخروی هست، تخویف اخروی هست. الله می فرماید حتی اذا جاء احدهم الموت، حتی وقتی که پیش آنان مرگ می آید، قال رب ارجعون، اونها میگن بار اله ما را برگردان. ارجعون خدای عزوجل که ذاتش واحد است، اما چرا صیغه جمع آمده؟ صیغه جمع برای تکرار است. قال رب ارجعون، ای رب ارجعنی ارجعنی ارجعنی، گاهی برای تکرار میاد. مثل اینکه اون شعر امرؤ القیس که شما تو کتاب ها خواندید، قفا نبکه ذکر حبیب، اونجا صیغه تثنیه آورده، قفا یعنی قف قف، بیست بیست، یک نفر را خطاب میکند، ولی صیغه تثنیه هست به معنی تکرار است. اینجا هم به معنی تکرار هست، مثل این آیه که فرج البصر کرتین، چشما رو دوباره دیگه، یعنی دوباره دیگه برگردان برگردان. پس اینجا هم جمع برای چی هست؟ تکرار است. کفار وقتی که موت داده می شوند، در عالم برزخ می روند، حقیقت ها را متوجه می شوند، الان پشیمان می شوند، میگه خدای ما را برگردان برگردان. چرا می خواهی برگردی دنیا؟ لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو، شاید من عمل صالح انجام دادم، بتونم عمل صالح انجام بدم در آنچه که ترک کردم، ترک کردم من الاموال و دنیا، مال و دنیا را که ترک کردم، اونجا بتونم الان عمل صالح انجام بدم. کلا، این ردعیه هست، رد مطالبه، هرگز بازگشتی نیست. انها کلمه هو قائلها، الله می فرمای این کلمه یعنی کلمه بازگشت، کلمه هست که او میگوید، رجعتش بازگشتش ممکن نیست، او دلش را خوش میکند. و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، پشت سر اینها برزخی هست، یعنی عالم برزخ، تا روزی که اونها از قبرها بلند کرده می شوند، تا اون روز اینها در عالم برزخ هستند، در عالم برزخ عذاب است برای آنان. بازم تخویف اخروی، فاذا نفخ فی الصور، بعد از عالم برزخ زمانی که سور دمیده میشه، سور زده میشه، فلا انساب بینهم یومئذ، هیچ نسبتی بینشان نیست، یعنی پدر فرزند را نمیشناسد، برادر برادر را، ولا یتساءلون، از هم دیگه هیچ سوال نمی کنند، چون که هر یکی با خودشون مشغولند،
ای لا یسأل بعضهم عن بعض لاشتغال کل بحاله، بعضی از همدیگه نمی پرسند چون هر یکی مشغول به حال خودش هست. الله می فرماید در اون روز چه حالی انسان ها دارن؟ بشارت و تخویف. بشارت برای کسانی که وزن اعمالشون زیاد است، سنگین است، و تخویف برای کسانی که وزن اعمالشون سبک است، چیزی عمل ندارن. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، هر کسی که سنگین بشه موازینش یعنی میزان حسناتش، ترازوی حسناتش، فاولئک هم المفلحون، اینها هستن رستگاران، اینها رستگارن. و من خفت موازینه، هر کسی که سبک باشه، خفیف باشه میزان حسناتش، فاولئک الذين خسروا انفسهم، اینها از اون کسانی هستند، از جمله کسانی که در خساره انداختن خودشان را، فی جهنم خالدون، در جهنم همیشه میمانند، در جهنم ماندگارم به صورت ابد، تلفح وجوههم النار، می سوزانت، تلفح یعنی تحرق، می سوزانت چهره هایشان را، آتش می سوزانت، و هم فیها کالهون، آنها در اون آتش بد شکلند، بسیار شکل وحشتناک و شکل عجیبی دارند. اونجا به این مجرمان گفته میشه به صورت تذلیل، از اونها سوال میشه، بازخواست میشه، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، به آنان گفته میشه آیا نبود که آیات من بر شما تلاوت میشد در دنیا، آیات الهی خوانده میشد، فکنتم بها تکذبون، شما تکذیب میکردید آنان را، این سبب خساره شان هست، شما بودید آنها را تکذیب میکردید آیات را، الان معذرت خواهی میکنند مجرمان. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، بار اله بر ما غالب شد بدبختی ما، و کنا قوما ضالین، ما قوم گمراهی بودیم، اقرار به جرم، ما در دنیا گمراه شدیم، ربنا اخرجنا، درخواست، بار اله ما را بیرون کن از این جهنم، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ما دوباره اعاده کردیم، اگر تکرار کردیم، ما ظالم هستیم، یعنی تکرار کردیم چرا، مما کنا نعمل من الشرک والتکذیب، شرکی که در دنیا انجام دادیم، تکذیب انبیا که توسط ما انجام گرفت، اگر اینها را تکرار کردیم بدان که ما ظالم هستیم. الله می فرماید قال اخسؤوا فيها، اخسأ به معنی دف شو، گم شو، ما در اصطلاح خودمون اینطور میگیم، خس این را در زبان عربی میگن، اخسؤوا فيها، رد درخواست، یعنی دف شوید در همین جهنم، ولا تکلمون، صحبت نکن، صحبت نکنید، شما چرا در دنیا بندگان مرا مسخره کردید، چرا عباد صالحین را تمسخر می کردید، استهزا می کردید، این علت ردش هست. انه کان فریق من عبادی، همانا شأن این است که فریقی گروهی از بندگان من بودند در دنیا، یقولون ربنا، که اونها همواره کلام مقبول می گفتند، همواره با خدایشون مناجات می کردند، چی می گفتند؟ می گفتند ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، بار اله ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا، ما را ببخش، وارحمنا، بر ما رحم کن، و انت خیر الراحمین، و تو بهترین رحم کنندگان هستی. اینجا بازم دعای دیگر که در این دعا توسل شده، ببینی قرآن ما را چه توسلی یاد میده، آموزش میده، اینجا توسل به ایمان است، بار اله ما ایمان آوردیم، الان ایمان خودش را وسیله قرار میده. پس وقتی که ایمان آوردیم، فاغفر لنا، فا تفریح است،
متفرع میشه بر ایمان. پس چون که ایمان آوردی ما را ببخش. فاغفر لنا وارحمنا، ما را ببخش، بر ما رحم کن. و انت خیر الراحمین، تو بهترین رحم کنندگان هستی. اما ای مشرکان، وقتی که بندگان من این را در دنیا می خواندند، مثل ضعفای مؤمنین، مثل بلال، صهیب، خبیب، فاتخذتموهم سخریا، شما آنها را مسخره گرفتید، مسخره کردید، به بعد تمسخر و استهزا گرفتید. حتی انسوکم ذکری، حتی که این مسخره شما را فراموش داشت، از ذکر من فراموش کرد، از یاد من. ببین، یکی شدت مرضه، یکی مدت مرضه. اونجا مرض شدیده، اینجا مرض مدیده. فاتخذتموهم سخریا، این مرض شدیده. خیلی مرض شما شدید بود که بندگان مخلص من مسخره کردید. اما این مسخره تا کی بود؟ حتی انسوکم ذکری، این مرض مدیده. اینقدر این مرض مدید شد، طولانی شد، حتی از خود من، از یاد من شما فراموش شدید. و کنتم منهم تضحکون، شما آنها را به آنها مسخره میخندیدید. الان ببینید، اونها دنیا صبر کردند، در دنیا تحمل کردند، من چه جزای نیکی به آنها دادم، چه بهشت بلندی به آنها دادم. اینی جزیتهم الیوم بما صبروا، من به آنان جزا دادم، پاداش نیک دادم امروز به سبب آنکه صبر کردند. اون جزا چیه؟ انهم هم الفائزون، بیان جزا. بیان جزا این است که آنان، فقط اونها هستن رستگاران، اونها رستگاران در قیامت، بندگان صالح الله. حال خدای عزوجل شدت هول قیامت را بیان می‌فرماید. اینا وقتی که از طرف خدای عزوجل ملامت میشند که شما در دنیا کار خوبی نکردید، بندگان من را مسخره کردید، الان بیاد دنیا میفتند، از همدیگه میپرسند، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، شما چند سال در زمین ماندید؟ ما مگه در دنیا چند وقت بودیم؟ از بس که هولناک است، اونجا خوفناک است، یاد نمیدن چقدر در دنیا ماندن. همدیگر را اینطور جواب میدن، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ما اونجا ماندیم یک روز یا بعضی روز، بیشتر نه. فاسأل العادین، از شمرده کنندگان، کسانی که شمردند، حساب کردند، از اونا بپرسید. کی حساب کرده؟ منظورش ملائکه هست. ملائکه که عمر ما را حساب کردند، مدت ما را حساب کردند، از اونا بپرسید چقدر ماندیم. فاسأل العادین، روح المانی نوشته، یعنی الملائکه العادین لاعمار العباد و اعمالهم، اون ملائکه که حساب کردن هم عمر بندگان را هم عمل بندگان را، از اونها بپرسید دنیا چقدر گذشت. قال الا بثم الا قلیلا، میگوید، یعنی بعضی دیگه به بعضی میگند، یا اینکه الله عز و جل به آنها میگوید نماندید شما در دنیا مگر اندک. قلیل یعنی بالنسبت الى الاخره، در دنیا هر کسی عمر مفید خودش را داشته، 60 سال، 70 سال، 100 سال، به اندازه ای که درس بگیرد، به اندازه ای که توبه کند، به اندازه ای که رجوع الله کند. نپرسید که چقدر ماندیم. لو انکم کنتم تعلمون، کاش شما می دانستید در دنیا چگونه زندگی بکنید. پس دنیا، شما از دنیا هرچی ماندید استفاده نکردید، بهره نگرفتید. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ببینید برای اهل ایمان هم در دنیا سخته، مشکلات، شدائد. الله می فرماید آیا شما گمان کردید، شما بر این فکر و گمانی که انما خلقناکم عبثا،
ما شما را بیهوده پیدا کردیم و انکم الینا لا ترجعون، شما به سوی ما برگردانده نمی شوید، بازگشت به سوی ما نخواهید داشت. فتعال الله الملك الحق، چرا بازگشت به سوی الله است؟ فتعال الله الملك الحق، این خلاصه سوره هست. برتر است الله اون ذاتی که ملک حق است، پادشاه حق است. برتر است از چی؟ برتر است، بالاتر است از چی؟ این جمله را بنویسید: اما یشرکون، از آن چیزی که مردم شرک میکنند خدا بالاتر است. لا اله الا هو، معبودی وجود ندارد، معبودی قرار ندارد مگر او. رب العرش الكريم، او مالک عرش کریم است، عرش معزز، الله مالک اونجا است. و من يدعو مع الله اله آخر، هر کسی که بخواند بغیر از الله دعا کند، فریاد زند همراه الله معبود دیگر را، لا برهان له به، هیچ برهانی برای اون نیست در معبودیت اون، هیچ دلیلی ندارد، کسی دیگر وجود ندارد که بغیر از الله معبود باشد. فانما حسابه عند ربه، جزی نیست که حساب این انسان نزد پروردگار است. انه لا يفلح الكافرون، این نتیجه حساب، خلاصش اینه که کافران رستگار نمی شوند، شان این است که کافران کامیاب نمی شوند. در آخر سوره الله عز و جل تلقین می کند به مناجات، تلقین می کند به دعا، و قل رب اغفر وارحم، اعلان کن پروردگارا ما را ببخش و رحم کن. خطاب رسول الله است، مراد امته، یا اگر پیغمبر مراد باشد پس منظور از رب اغفر مغفرت اون اشتباهات و لغزشاتی که اونها خلاف اولا هستند، اونها در واقع گناه نیستند چون پیغمبر از گناه پاک است، از قبیل حسنات الابرار سیئات المقربین هستند. بس اینگونه مناجات کن، دعا کن، ای حبیب من بار الها ببخش و رحم کن. و انت خیر الراحمین، تو بهترین رحم کنندگان هستی.